رد کلاکت. سلام خدمت همه بیننده های برنامه رد کلاکت. من فرزاد برهمن هستم، خواننده، دوبلور، گوینده، بازیگر تئاتر و سینما، آهنگساز، یکم زیاد شد، آهنگساز و همینطور مربی آواز. برهمن یعنی چی؟ برهمن اصلش از هند و بودایی و اینها میاد. اگه بخوام لغتشو بگیم میشه قدرت مقدس. ولی خب برهمن یه تپشی هست که حالا بودایی ها بهش میگن که خلقت رو به وجود میاره. یه همچین حالتی داره. خیلی مفصله. دغدغه‌های متافیزیکی و اینا هم داری؟ بسیار زیاد. بسیار زیاد. یه سوالی همون اول معرفی من ازت بپرسم که جمع. این همه عنوان ببخشید، ما ایرانی ها خیلی متخصص خراب کردن واژه ها هستیم و خیلی مسائل دیگه، و مخصوصا تو فضای مجازی شما نگاه میکنین اکثر پروفایل ها رو عکاس، مدلینگ، سینگر، آرتیست، آفرین، ورزشکار، قهرمان و فلان و فلان و فلان. آره. این عنوانه که شمردی الان برای ما، نمیخوام خدای نکرده به ساحت توهین بشه، ولی میخوام ببینم که چجوری تو وقت کردی که این همه کار بکنی. ببین، من رفتم دانشگاه آزاد تهران شمال، لیسانس کامپیوتر نرم افزار گرفتم، بعد رفتم توی گولد کوست، بعد دیدم خیلی عجیب غریب شد، بعد بسته شد، بعد رفتم عکاسی، تو عکاسی کار کردم، بعد از اون فروشگاه پوشاک زدم 3-4 تا توی ایران که هنوز هم هست، جز فروشگاه خیلی شیک بود تو تهران. بعد دیدم که این دغدغه منو برآورده نمیکنه و حالم اونطوری که باید باشه نیست. بعد که شروع کردم روی این شاخه ها کار کردن، راستش رو بخوای همش توش یه صدایی وجود داره، چه تو خوندن، چه تو مربی آواز، چه تو دوبله. من عاشق موضوع صدا هم. یعنی مثلا از بچگی دوبله ها که الان خیلی زیاد هی نشونشون میدن، مثلا آقای خسروشاهی نشون میداد، ما همه کوچولو کیف میکردیم صدای آلندلا. بله، کلا صدا رو خیلی دوست دارم و خب نوازندگی هم طبیعتا با توجه به خوانندگی میکنم و مثلا سازم تنبوره. اینا رو نمیخوام بگم که این کارو میکنیم این کارو میکنیم، میخوام خیلی تلاش کردم راجع به هر کدومش، ولی خب دوبله رو کم ادامه دادم، گویندگی رو کماکان دارم ادامه میدم و بیشتر الان موضوعم همینه، همین چیزی که شما سوال کردین، چرا باید آدم این همه شاخه به شاخه بره. حالا باز ما یه ذره به صدا میتونیم یه بهونه‌ای بیاریم. چرا آدم باید شاخه به شاخه بره؟ چرا؟ اصلا دلیلش چیه؟ به قول شما مثلا طرف میزنه پیانیست، سینگر، پینتر، مثلا عکاس، مثلا چند فوتوگرافر، همه چی، همه چی هست. آره، این چیه داستانش؟ خب خیلی بحث جالبیه، من دوست دارم. حالا اگه سوال شما آره حتما. من الان ببین، تو با یه خضوعی خودتو معرفی کردی که مشخصه که تو اینو، من قرار نیست که ما با هم نون قرض بدیم و نمیدونم پولی هم این وسط جا به جا نشده، ولی من به سبب کارم، به خاطر سالها نشستن روبروی آدم های مختلف و گفتگو کردن با آدم ها، کسایی که خودشون معرفی میکنن از همون پلان اول به نظرم مشخص میشن، نگاهشون مشخص میشه. تو این همه عنوانو بیان کردی و
ولی به نظرم یه صداقتی توی نگاهت هست. این نشون میده که تو اولا عاشق این کارایی به نظر من. حالا اگر که اشتباه میکنم منو اصلاح کن. دوم اینکه وقت گذاشتی براش و اینکه نمیخوای یه پوز اجتماعی بگیری باهاش، یعنی که پشتش قایم بشی ما فرزاد واقعی رو نبینیم، اینا بشه ویترین یا بشه شعار یا هر چیز دیگه. درسته. یکم راجع به این توضیح بده که الان تو این شاخه‌هایی که باز به نظر من به هم مربوطن، چون شاخه هنرم به هر حال توی نخ تسبیح هنر قرار میگیرن، یکم توضیح بده که آیا به خاطر این شاخه ها رو از شاخه به شاخه های دیگر رو یعنی کامل کردی خودتو که یک هنر بیانگوی روح پر تپش تو نبوده، یا اینکه نه میخواستی خودتو کاملتر کنی، روحتو تغذیه کنی، یا چی؟ ببین سوال خیلی خوبیه. اوایل که حالا من سنم کمتر بود یه آلبومی دادم به نام سیب مهربانی، فقط قصدم شهرت بود، یعنی نه شعر مولانا رو میشناختم، هنوزم خیلی نمیشناسم، نه حافظ، و توی شعر به خصوص خیلی ضعیفم تو ادبیات، برای اینکه دوران دبیرستان و دبستان اصلا ادبیات خیلی در جریان نبودم، ولی فقط شهرت رو میخواستم. یه مقداری آلبومم معروف شد، بعد دیگه گروهمون از هم جدا شدیم و آلبوم دوم سوم دیگه نیومد. خیلی این معروفیت، همدوره های من هی داشتن کنسرت میدادم، هی حسودی میشد، میگفتم وای فلان بهمان، ولی این خیلی کمکم کرد که برم تو مسیرهای دیگه، برم تو تئاتر، برم تو آهنگسازی، برم تو سینما، برم دنبال آرت. نقاشی خیلی دوست دارم، نقاشی نمیکنم ولی خیلی تصویر میبینم. تا اینکه متوجه شدم، یعنی خیلی خوشحالم از این موضوع. اگه اون موقع من معروف می‌شدم، نمی‌گم چون معروف نشدم، اگه معروف می‌شدم دیگه اینا رو نداشتم. الان فکر می‌کنم واقعا مثلا آهنگسازه قبلیم بهم میگن چرا ترک نمیدی بیرون دو ماهه یه بار، تو که این همه مدل‌های مختلف می‌خونی. میگم برای چی باید ترک بدم؟ یه خواننده، یه نقاش کاری که می‌کنه اینه که اون اندیشه‌شو میاره بیرون. من الان اندیشه‌ای ندارم که بیارم بیرون، دارم ولی هنوز ساخته نشده. حالا چیزایی هم که خوندم اندیشه من نبوده. میدونی؟ برای همین حالا این عنوان ها در نهایت میخوام بهت بگم که میگن فلانی خواننده است یا نقاشه، اینا بازم فرزاد که نیست، یعنی من که اینا نیستم، اینا یه سری چیزا هست، حالا خدا یه کاری کرده همین از اون طرف اومده. برای همین که میگی حالا چیز دارین، یه چیزی گفتین، گفتم روح، آره صداقت داری در این درک، اینه که من میگم چون من اگه قرار باشه خواننده باشم دیگه تا آخر عمرم باید خواننده باشم. من خواننده نیستم، میخوام راحت باشم، میخوام خواننده نباشم ولی بخونم، میخوام نقاشی کنم ولی نقاش نباشم، همه میگن نقاشه. بنابراین یه رهایی توی این موضوع وجود داره که من میگم آره دوبله کار کردم، کلی انیمیشن دوبله کردم با استودیو سورن، یا بعد وارد تئاتر شدم، مثلا دو سال نیم تو تئاتر هم نزدیک 10-15 تا اجرا رفتم، همشم هم آهنگساز بودم، هم خواننده بودم، هم بازیگر. برای همین خیلی اتفاق مهمی نیست، موضوعی که من الان حالم چطوره، این همه کار کردم حالم چطوره که حالم خوبه. این اندیشه به سبب سالها زندگی به دست میاد. آره، تلاش. آره، تو 17-18 سالگی که قطعا این اندیشه وجود نداشته اصلا. آره. فقط شهرت بود اون موقع. به خانواده ما اصلا اهل موسیقی نبودن، فقط برادر من تار میزنه، تار میزد، هنوزم میزنه، و من خودم هی اومدم هی مخالفت خانواده توی خونهش وقت، چرا البته مثلا موزیک سنتی پخش میشه ولی خیلی کسی موسیقی رو نمیشناخت، هنر رو نمیشناخت، پدرم در من خیلی اهل هنر نبودن، ولی من خودم خیلی دوست داشتم، هنوزم خیلی هنر رو نفهمیدم راست رو بخوای، با اینکه همه این کار رو میکنم، چون هنر یه چیز درونیه، یه چیز حسیه. هنوز میدونی اتفاق برام از جا افتاد، از وقتی که دیگه گفتم آقا حتما نباید شهرت باشه، راحت تر میخونم، همین که حسم بهتره برام کافیه. آفرین. شهرت رو همه دوست دارن. پارسال اگه با هم مصاحبه میکردیم میگفتم شهرت رو همه دوست دارن ولی من هم دوست دارم، الان میگم نه، اگه باشه باحاله، نبودم اوکی. چون مهم اینه که من حرفمو بتونم بزنم، وقتی نظرم با یه ترک، یه چیزی که یا آهنگسازی میسازی، یه خواننده، یه شاعری شعر رو میگه، یه آهنگسازی میسازه من میخونم، مثلا یه کاری بسازم که حرف دلم باشه، زمه خودم باشه، اون باشه. درست. یه کاری کرده شده، یعنی قبلش معروف باشیم همه عکس بگیرن که خیلی نمیچسب بده شده. آفرین. یه چیز خیلی مهم، یه سوال خیلی مهم برای من هست، این که اگر موسیقی رو از زندگی فرزاد بگیرن چی میمونه براش؟
موسیقی رو از زندگی من بگیرن، راستش خیلی چیزه دارم الان. یعنی اگه موسیقی رو بگیرن، دوست ندارم که بگیرم، ولی بگیرن باز خیلی کارهای دیگه دارم که باید انجام بدم. یعنی همون بحث متافیزیک که گفتین، از طریق صدا من به یه سری تکنیک ها دست پیدا کردم که راجع به صدا خیلی تحقیق کردم. اصلا این صدا چیه؟ ما با هم این چیه میاد بیرون؟ برای چی؟ خب اصلا یه جوری بود خدای کاری که ما هم دیگه نگاه میکردیم، حرفمون رو رد و بدل میکردیم. پس این یه موضوعی داره. برای مثال صبح که داری میری سر کار، اگه حالتون بده یه ذره انرژی پایینه، یه ذره آواز بخون. دو دقیقه بعد ببین چه اتفاقی برات میفته. یا یه سری نوت هایی هست، مثلا نوت فا برای یه جا، نوت دو برای یه جا، اینا یه کارهای درمانی باش میشه کرد. بنابراین آره موسیقی رو حالا اشاره که نگیرم، ولی اگه بگیرم دیگه کار خیلی کار هست که هنر خیلی وسیعه. یعنی همین که آدم میشینه نقاشی مثلا فرض کن جکسون پولاک رو میبینه، یا مثلا بیسکوات رو میبینه، اینا رو میبینید همش زیباست، حتما نباید من بکشم. فرق نمی کنه، همه یکی این انگار. آفره دقیقا. یه چیز خیلی دغدغه این روزهای من اینه که ماها به دنیا میاییم که چیزی به دنیا اضافه کنیم یا چیزی از دنیا یاد بگیریم. تو با صدات، با موسیقی چیزی به دنیا اضافه کردی یا اینکه نه چیزی برای خودت انداختی؟ ببین در درجه اول من باید بتونم به خودم یه چیزی اضافه کنم تا به دنیا. راستشو بخوای اوایل که آدم میخونه، خب مثلا یکی دو جایی میگن که آقا وقتی میخونی، مثلا به من میگن که تو میخونی صدات آرامش دوش داره. همه اینو به من میگن. خب اگر این آرامش هست باید ازش استفاده کرد حتما. ولی که بخوام چیزی به دنیا استفاده اضافه کنم، دوست دارم یه اتفاقی بیفته که آدما خوشحال‌تر بشن، راحت‌تر بشن. و این راهش اینه که اول خودم بتونم خوشحال بشم. توی کشور ما به خصوص همه میخوان همه خوشحال باشن، ولی خودشون غمگین. یعنی تو اول خود، یعنی تو اول خود بتونی به خود عشق بدی، بعد به همسایه بدی. وقتی خودت حالت بده چیزی نداری بدی. میبینی حالا آدم وقتی میخونه خودش کیف کنه، از دغدغه شهرت بیاد بیرون، از دغدغه معروفیت بیاد، رقابت بیاد، حالش خوبش، به همه هم حالشون خوب میشه. یه مشکلی که ما توی طبقه روشنفکرمون فکر میکنم توی ایران داریم همینه که همه میخوان همه رو به راه راست هدایت کنن، خودشون راه راست رو زندگی نکردن. مثلا من توی اینستاگرام میبینم که استوری ها همه جملات از نیچه هست، از مثلا دانته هست، از فرانسیس فلان، همه جملات زیباییه. چرا اصلا من میذارم؟ بعد میری صبح طرف میری اینجوریه، اخمو دیشب از مثلا نیچه گفته رها کن به آرزوات فکر کن، بس تو میری اینجوریه. خب این حرفه چیه؟ یه بار سر یه کلاسی یکی از دوستامون یه شعر از مولانا خون، بعد همه براش دست دادن. مربیمون گفتش که ببخشید، مربی گفتش که حواست باشه اینا برای مولانا دست دادن ها، برای تو دست نزدن. آفرین. من میگم به بچه‌ها میگم که مثلا به شاگردای آوازم میگم استوری میذاری از خودت چیز بگو. آفرین. هر چقدر کم. آفرین. مولانا که طرفدار خوشو داره. یه چیزی از خودت بگو بذار ما هم تو رو بشناسیم. آفرین. همه هی هم تو داره میچرخه. آفرین. دغدغه من تو هنر همینه. حالا قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم، شما پرسیدین هنر و آگاهیه. آفرین. که الان جوونا رو میبینم، خب من خیلی شاگرد آواز دارم توی تئاتر و توی موسیقی. بچه‌ای که خیلی دوست دارم بخونن، بچه‌ای که دارن میان تئاتر کار میکنن، یا حتی من گفتم کاش یه دانشگاه رشته داشته باشه هنر و آگاهی، چون خودم خیلی سختی کشیدم. اصلا برای چی میای تئاتر؟ چه خبره؟ مثلا میخوام مثلا من خواستم معروف شه، یا برای چی میای؟ چون میبینم میاد، مثلا من جمعه صبح زود شاگرد دارم تئاتر شهر، بعد اینا همه بیحال وایسادن، میگم با 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 همه بیحال. یا خب تو جای اشتباهه، یا تو موسیقی یا تو آواز. آفرین. و باز تو موسیقی بهتره. دغدغه ما اینه که آدم بفهمه چی کار داره میکنه. چرا همه هنرمندای معروف دنیا یا خودکشی میکنن یا تو افسردگی هست؟ مثلا ماریا کری، کریس کورنل، نمیدونم رابین ویلیام، چیه موضوع چیه؟ این همه شهرت انقدر باحاله، چرا همه افسردن؟ موضوع چیه؟ پس یه چیزی هست که میشه رو صحبت کرد، به جای حالا خوندن منو مثلا من بیام بگم که آقا اصلا هنر رو نمیفهمن، موسیقی سنتی، من خواننده سنتی هم در اصل، برافتم کلاسیک خوندم، من با خودم شروع کنم بگم آقا تو خود اصلا برای چی میخوای بخونی؟ بعد بیام لکچر بدم که آقا فلان و بهمان. من چون حرفم موسیقی نیست، با موسیقی یه مقدار بیگانم، یعنی فاصله دارم، یه مقدار با بچه موسیقی از دور نگاهش میکنم یا لانگ شات نگاهش میکنم به قول بچه سینما. بچه موسیقی
چه اونهایی که یک شبه معروف شدن، چه اونهایی که سالهاست دارن کار موزیک میکنن، همشون شاکی. تو شاکی نیستی؟ چرا شاکی نیستی؟ من شاکی نیستم اصلا. به خاطر اینکه میگم قبل از چیزم گفتی آقا دغدغه، گفتم دغدغه‌ای ندارم، چون من همیشه اینجاست، من خبری نیست. مجوز نمیدن، یعنی من تنها چیز که شاید کسی باشم که مجوز نه، مجوز میدن، کشور کشور خوبیه، میشه توش کار کرد، به من اجازه دادن، آلبوم دادن، اصلا نمیخوام اغراق کنم. تو توی جای زندگی میکنی، یه قوانینی داره، تو راستای قوانینت حرفتو بزن، یعنی هنرتو نشون بده. و به خیلی ساده است انتقاد کردن. مثلا خواننده خوبم، خیلی خواننده خوب داریم که الان کمکارم، بخاطر اینکه سه خواننده جدید اومدن بعد میگن شعراشون اینجوریه اینجوری، ولی مردم دوست دارن. آره مردم دوست دارن. من چی بگم؟ مثلا بگم چرا فلان. تو مخالف نیستی با یه سری موسیقی یا یه قول بعضی که اسمای مختلف فخر؟ آره نه، اصلا حواسم به اونا نیست، بخاطر اینکه من انقدر دارم فکر میکنم که خیلی تو چالش اینم که هی دوست دارم موسیقی که میگم یکم توش آگاهی داشته باشه و دوست دارم شعرشو خودم بگم، آهنگشو خودم بسازم. داشتم میگم آهنگساز نبودم. تازه اینجا رسیدم که برای چی باید مثلا من خیلی آهنگا رو کاور کردم، مثلا گلنار به سوی تو مال داریوش رفیعی، ولی الان میگم چیه کار من چی هست که کاور کنم یه آهنگ بخونم بگیره خواستم بگیره، چی کار من چی یاد گرفتم؟ من باید بیافتم که چالش حرفم، به قول آقای شهرام ناظری، استاد ناظری میگفت هنرمند باید مثل قواسیه که شنا میکنه و کشف میکنه. ولی بالا هم خواهم معروف شیم دیگه. تو معروف چی فایده نداره؟ اینجا یکم استوب کنیم با هم. تو جوان بودی، خواننده مورد علاقت کی بود؟ ببین من دو تا خواننده رو هنوز خیلی دوست دارم. یکی شهرام ناظریه که یک کوچولو هم شاگردش بودم و عکاسش بودم، خیلی با صفاست. یکی هم ابی. این دوتا خواننده خیلی دوست دارم، ولی اگه بخوام بگم شهرام ناظری، ابی. کسی بودن که من موسیقی رو باشون شناختم. یه چیزی وجود داره تو راک و بلوز و آره. موسیقی غربی، بعد یه دفعه خیلی موسیقی سنتی، هر دوش هم میخونی، همین که حتما هم میشنوی. آره زیاد. درسته زیاد. الان فقط بلوز گوش میدم. من کلا ردیف آوازی خوندم 6 سال، دوبار ردیف آوازی خوندم پیش استاد جهانگیر مهرپروران، پیش آقای ناظری کوچولو یاد گرفتم، پیش آقای سالار عقیلی مستر کلاس گذروندم، بعد فهمیدم که چیزی به نام صدا سازی وجود داره. تازه رفتم صدا سازی آواز کلاسیک خوندم، بعد دیدم نه، یه دنیای دیگه مثل جاز و بلوز هست. الان اگه بخوای بگی چه موزیکی دوست داری، میگم تام ویتس، یه موزیک صدای اینجوریه بیشتر بهم کیف میده. به خاطر اینکه میبینم یه آدمیه که داره حرفشو میزنه، شعرشو میگه، حالا هر چی که هست اینه، مشخصه. میدونی مشخصه، کاری هم نداره به معروف شدن. یه آدمی بودی که هنوزم خیلی فالوش میکنم، یا ابی، یا یه خواننده‌ای که حالش خوبه همیشه. حالا به هر دلیلی کار نداره، ولی این دلیل واسه آدمای دیگه هم هست، ولی همه غمگینن. اون ابی حالش خوبه، هر شب داره کنسرت میده، خواننده درستیه. درسته، کار سختی هر شب یه کشور، خوبم داره میخونه و پرفکت. آره این میگم هنر همینه. من مثلا به شاگردام که میان آواز میگم که من نمیخوام یه صدا داشته باشی، میخوام کش کنی، حنجره پر اتفاقای مختلفه. سنتی اینطوریه، کلاسیک اینطوریه، جاز اینطوریه و همش زیباست، چرا که نه. ما جوانامون فکر میکنم خیلی گرایش دارن به موسیقی غربی. بله. مثلا جوانای جدیدتر الان، آره الان همه، آره تینیجا، آره. ولی این تو ویژگی و موسیقی سنتی خودمون چیه به نظر تو؟ آره ببین، هر کاری که میکنی، اولا خب موسیقی سنتی خیلی بحث دقیقیه. موسیقی سنتی وقتی همه جا هستیم، مثلا خواننده های پاپ هستن، حالا سنتی هستن، یکی رو میگه مثلا به سوی تو، به شوق روی تو، این ببخشید من برای تمنم بریم ریکورد میکنی، این دل آدم رو تکون میده، رب داره به ریشه ما. خودم خیلی فکر کردم، یعنی بازم مثلا الان من یه آهنگ از همان شجره میشم یهو میبینم دلم تکون خورد. ولی موسیقی سنتی ما به خاطر اینکه حالا برای من تو سن من که بچه انقلابم، توی جنگ و اون اتفاق ها و اینا، ممکنه یه سری خاطرات رو برام زنده کنه. دوست. خیلی زیباست، ولی جدیدا
کلا سلیقه‌شون عوض شده، هیچ اشکالی هم نداره. یه قانونی وجود داره به نام قانون تغییر و تحول. من تو میگم که خانم شما که 18 سالته شاگرد آوازمه، بهش میگم مثلا مرضیه بخون، یه نه استاد اونو خیلی حوصله‌ام سر میره، میشه مثلا کریس کورنل بخون، مایکل جکسون بخون، اونه اشکال نداره. عوض شده حالا حتما محمد نباید بردیدیم بیم میگه آقا اینو بخون، موسیقیمون داره از دست میره. نه آره. به نظرم اصلا اینطوری نیست. اینکه میگه چرا ناراحت نیست، من که هر اتفاقی میفته اتفاقیه که باید بیره. در واقع خیلی انسان همون حالا پیشن فکرهای سنتی اینه که اگر راه بدیم به این موسیقی یا با اون هنر هر هنری قلبی موسیقی خودمون یه میشه از بین میره یا هر چیزی دیگه که به نتوار چه پازه بسه که امروز خدای نکرد پایان عمرت باشه و دو تا تیتراژ داشته باشی تو ذهنت، یه با تشکر از یه با تنفر از چی خواهی گفت؟ تنفر ندارم با تشکر اگه بخوام بگم خب میگه پدر مادرم تو ذهنم. اگه یعنی بگی که یه تشکر از یه کسی بکن، پدر مادرم. مخالفت نبودن تو این سالها برای کارهای مختلفی که میکردی، برای این کارهایی که میکردی؟ این شاخه با اون شاخه پریدنه هنوز هم مخالفت هست. پدر مادر آنچه که دوست دارن دوست دارن به بچهشون بدن، حالا اونی که دوست دارن از دیده اونا اونه دیگه. من به بچه ها میگم خلقش کن، آن کاری که میخوای بکنی خلقش کن، یعنی با گفتگو با هر چیزی که هست اون حرکت تو انجام بده. پدر من خب دانشجو بودم، بعد هم گفت موسیقی چیه، حالا آواز فلان، یواش یواش توی مهمونی‌های خانوادگی می‌خوندم. الان آهنگ پیشواز موبایلش یکی از ترک‌های منه مثلا، بعد هر جا که میریم خوشش میاد یه بخون مثلا. و آروم آروم خانواده باهات همسو میشن، میدونی. و اگه بخوام تشکر کنم حتما از پدرم بودم. یه سوال اساسی من دارم، میگم من چون لانگشات موسیقی رو میبینم، یکی اینکه این همه خواننده، ببخشید من از خواننده واقعا عذرخواهی میکنم که مثل قارچ در برمیارن، واقعا یه هجوم عجیب غریبیه جوانای ما به سمت خوانندگی و ورزش و حالا سینما و خیلی چیزهای دیگه، ولی ما حالا بحث موسیقی هست. این همه خواننده یه دفعه هجوم میارن به سمت خوانندگی، بعد همه‌شون هم میخوان ترک بدن، بعد همه‌شون هم میخوان چرا رنگ یک وایسن، بعد این بلبشوه گوش شنونده رو خراب نکرده به نظر تو؟ گوش شنونده خراب نمیشه. ببین الان خب با توجه به این سیستم‌های جدیدی که اومده خوانندگی یکم راحت‌تر شده. یعنی تو استودیو که میخونی با نرم افزار خیلی سریع درست میشه. قبلا خب اینجوری نبود، بعد انقدر میخونی تا جوس بشه. الان یه ذره بار پایینا رو میگیرن، فاصله سوم، فاصله پنجم میذارن، همه درست میکنن. ساده تر شده. برای وقتی توی لایو میشنوی میبینی که یکم فرق داره. یا طول میکشه کنسرت لایو کنسرت زنده ببینی. گوش شنونده نه خراب نمیشه. چرا باید خراب شه؟ موسیقی زیباست. فرق نمیکنه اگر که شاعرها مثلا میگن چرا شعرها سخیف شده؟ سخیف شده یا ملودیا چرا؟ خود من بعضی وقتی چیزی میشتم مثلا توش دیدم جیگرم رو بردی اومدی در بستی اینا برام جالبه. خب مردم هم دوست دارن دیگه، میدونی جالبه. ولی موسیقیه، همون توی دستگاه موسیقیه. حتما نباید همه چی جدی باشه، حتما نباید همه چی محکم باشه، میدونی. و باز من حرفم برمیگرده به خودمون. من اگر که نگران گوش شنونده ام باید یه حرکتی براش بکنم، نه اینکه بگم گوش شنونده خراب میشه. مثل این مونه که هممون از ترافیک ناله میکنیم، ترافیک زیاده. من تو ماشین نشستم دارم میگم آره تو ترافیک گیر کردم بابا، اصلا یه کسی رسیدگی نمیکنه به این ترافیک، دوربین میره عقب، من تک سرنشین تو ماشین نشستم.
خب من باید یه کاری کی میخواد یه کاری بکنه؟ همین دیدم که با دوچرخه رفت آمد میکنه. دوچرخه مال دمه نخواستین فیلمش بگی. و دوچرخه خیلی خوبه. هم به خاطر ورزش هم دوست دارم باد بخوره بهم. این یه مربی داریم تو باشگاه گفت از این چیزا ببن که اینجاات هم آب شه. گفتم میخوام باد بخوره بهم، میخوام آب شه. و اینه، ما باید خودمون شروع کنیم. من باید یه چیزی، من نمیتونم، همینم موسیقیم طرفدار نداره، موسیقی حالا به قول معروف سخیفو دارن گوش میدن. من نمیتونم کار کنم، میذارم گردن اونور، میگم گوش شنونده، گوش مردم خراب شده. خب درستش کن دیگه. آفرین. درستش کن. یه حرکتی بکن. ولی من بعد اینجا گیر کردم تو تعصبات. آفرین. گیر کردم. یه موسیقی خلق کن. مثلا من یه استادم موقعی که آلبوم دادم خیلی حرف جالبی زد. من از مولانا خوندم، از حافظ خوندم، از حسین منزوی خوندم، از سهراب سپهری هم خوندم. سهراب از همه بیشتر دوست دارم. گفت فرزاد جان این همه خواننده شاعرای خوب دارین، چرا سهراب سپهری؟ آخه چرا نه؟ میدونی حتما باید. یا یه جا رفتم تست آواز بدم، اون دوست مهربان گفت بخون، خوندم چند سالها پیش، گفتش که حتما باید یه چیزی از استاد شجریان بخونی برای هفته بعد بی تست بدی. آقا خب یه دونه از ایوی بخون. موسیقی موسیقیه. یا گروه خودم که باشون کار میکردم یه اتفاقی افتاد، من مجبور شدم چند تا ترک پاپ بخونم. گفتن تو دیگه فضات رفته، بعد فضات پاپ، فضات سنتی، این جدا اصلا مرزی نیست. آفرین. ما یکی از مشکلات اون اینه که سریعا میخوایم بگیم اونوری یا اینوری یا مرز ببندیم و یه دعوایی را بندازیم. یعنی عوض این که بشینیم بگیم که خب من کجای گوشه کارو گرفتم، من چی کار کردم. من این صحبتی که کردی اینو برای مردم میگم. یه اتفاقی برای من افتاد که این حرف تو رو خیلی لمس کرد. آره، من توی مسجد سلیمان که شهر اولین های ایران هست، نمیدونم رفتی یا نه. نرفتم هنوز. آره، من اونجا کار میکردم، یه فیلم رو کار میکردم. یه وسط خیابون کنده بودن، یه وانتی با یه بچه 5 ساله، یعنی یه پدری با یه بچه 5 سالش میومد، با وانت خاک میآورد، بعد اونجا رو چیز میکرد، داشت خاک میریخت. بعد حالا دور ما شلوغ، مردم همه چیز، من نگاه هم عوض این که به کارم باشه، نگاه هم این ور بود که این آدم یکی دو بار رفت اومد، بعد رفتم بهش گفتم که چیکار داری میکنی؟ گفت که ما هی داریم میگه مسئولا فلان نمیکنن، فلان نمیکنن. گفت ماشین من میفته تو این چاله، من خودم باید فکری به حالش میکنم. آره، تو موزیکم من به نظرم این، تو هنر، تو صنعت، تو همه چیز من فکر میکنم. ببین توی هنر فرق نمیکنه، یعنی موسیقی رو نمیشه جدا کرد، موزیسیان ها با نقاش ها همش زیباست. ولی اینی که من هی بیام بگم که مردم دیگه موسیقی خوب گوش نمیدن، من موسیقی خوب میخونم، مردم دوست دارن اون موسیقی رو. یعنی یه حرف من، یا از من میپرسن فلانی خوب میخونه، میگم ببین از نظر تکنیکال خوانندگی این تایی زبانش رو صرف میکنه، درست نیست، ولی من اون خیلی دارم معروفیه، مردم دارن کیف میکنن با صداش. من بیام بگم بد میخونه، اگه بگم بد میخونه قطعا یا حسودی میشه یا مثلا دنبال یه نکته‌ای میگردن. اصل موضوع اینه که من هر کاری میخوام بکنم از خودم شروع کنم. تو چجوری حرفت در میاد؟ من؟ یعنی چی کار کنن حرفت در میاد؟ ببین الان توی تمرین ما بودین دیگه، صدای سازا خیلی زیاد بود و قبلا مثلا چند وقتش من حرسم، ولی همیشه به دوستان میگن وقتی کنسرت داریم همیشه میگن که آقا صدای موسیقی خیلی زیاده. میگم این بچه‌ها از من جوان‌ترن، تجربهشون کمتره، بذار صداشون زیادتر بشه. من فقط صدای خودم بشنوم که فالش نخونم برام کافیه. کم هرسم در میاد بشه. خیلی زیاد به این چیزا فکر کردم. هم سمفای تو آخه خیلی هرسشون در میاد. آره در حتی اونایی که کنسرت دارن من با فعلیشون. آره. اصلا حرف من همینه. میگم که اگر که من مسیرم درست نشه، خب میشم مثل اون خواننده‌ای که مثلا ماریا کری خوانده بی‌نظیر. بله بله واقعا. ولی خب یه مدت زیادی تو افسردگی بود، حالش بد بود. بله. چرا؟ اگه شهرت، ببین بحث رضایت خاطره، نه بحث پیشرفت. من باید آرامش داشته باشم دیگه. خودم آرامش خودمو، یعنی خودم آرامش خودمو میگیرم. آفرین. مثلا معلوم میگم که اصلا من باید چرا معروف شم؟ معرفت به چه درد میخوره؟ خب شهرت خیلی عکس میگیرن. خب واسه کنو داری چیکار کردی؟ چه ارزشی، چه اثری به وجود آوردی؟ آفرین. نه اصلا، نه یه کاری که بگی آقا من چه خوب شد این اندیشمو دادم رفت، حالا بعدی رو بدم بده. آفرین. حالا من خودم گیره اینم. یعنی هنر یه بستریه که تو حرف بزنی. آره، هنر یه بستر. ببین نویسنده، توی میدون انقلاب دیروز تمرین تئاتر بودم، دیدم که حراج کتاب هر کدوم 1000 تومان. بعد دیدم که یه آدمی
کل عمرش و زحمت کشته یه کتاب نوشته، الان 1000 تومن کسی هم نمیخره. این همه زحمت کشته خودشو نشون بده، اندیشه های من. آخه هنرمندو همه فکر میکنن که هنرمندو همه تو خونه نشستن میگن کشفشون کنن. آره. ما فکر میکنیم خیلی الان عجیبه. این نیست اصلا. مردم اگه دارن صدای تو رو میشنون، کتابتو میخونن، خیلی باید قدردانشون باشی. وقتشون رو میذارن میان توی ماشینش داره موزیک تو رو گوش میده. آفرین. صدای تو رو گوش میده، خیلی ارزشمنده. حالا اون کتابه نگاه میکنه میبینه 1000 تومن، بعد میگه اگه آخرش اینه، خب پس یکم بعد من از زندگیم بیشتر لذت ببرم. حالا اینا اومدن اون کنسرت اونجا اینطوری شد، این اینجوری شد، مجوز اینطوری. اینا داستان‌هایی که به نظرم فقط آرامشو میگیره. تو کشور اشتباهی به دنیا اومدی؟ من نه، من خیلی اینجا داشت. من برادرخواهرام همه اونورن. به من میگن که یکی از شاگردام گفتش که استاد شما نمیخوای بری آمریکا؟ یکی از برادرام آمریکاست. گفتم این خونه من، این نوره رو نگاه کن چقدر قشنگه. یعنی برم کجا مثلا اینو داشته باشه؟ اگه تو کشور خودت، هر کشوری که هستی، بتونی بسازی، لذت ببری، زندگی کنی، هر جا بری کیف میکنی. من اصلا کاری به هیچی ندارم، اما اگه توی خونت خوشحال بشی، بیرون هم خوشحالی، وگرنه هر جا که میری اینو با خودت میبری. اینا هست. خب ایرانی ها مثلا فرض کن میریم اسپانیا، لب ساحل هم که نشستی میگه اینا چقدر هیکلاشون خوبه. خاک بر سر ما، ما پوستمون خوب نیست. همش یعنی همش باز همون کله داره فکر. ولی اگه اینجا حال کنی، خوشحال باشی، اونجا هم خوشحال. و اصلا بحث رضایت خاطر یه بحث زیباییه که اینا همش توشه دیگه. خیلی با من بهشون میگم لازم نیست اونجا بری، این همه هزینه و اپلیکیشن رو بگیر، نیازی نیست، همینجا کیف کن. مثل ما شمال که میریم، ایرانی تهرانی خیلی دوست دارم، ما که از بچگی هر خواستیم مثلا فقط رفتیم شمال. بعد میگن که آقا آخر هفته بریم شمال. من بعضی وقتا نگاه میکنم اینم این درختای پشت پنجرهمو هنوز ندیدم. شمال خبر اول اینا رو ببینم، ببین چیه این درخته، بعد برم شمال. میدونی خیلی بحث زیبایی این موضوع. و هنر خودش جزء همینه. من باید برم حتما کنسرت بدم که حالم خوب شه. اگه حالت خوب نیست با کنسرت خوب نمیشه. حال یه چیز دیگه است، یه درونیه. آره. رفیق عرفان به جای سوال خیلی اساسی برای من پیش میاد که من زندگی تو رو میبینم و تفکر تو رو در واقع میبینم، ما کمتر آدمی داریم که الان دور و بر خودمون که حالش خوب باشه. نداریم. کم داریم. آره. من دارم خیلی سعی میکنم، برای میگم هنر و آگاهی. آره. کم داریم. من همینو میخوام بگم، این چیزی که هنر رو به تو داده یا نه تجربه زندگیه که تو یاد گرفتی؟ هیچ کدومش. ببین من بعد از اینکه من یه کار اصلی دیگه دارم به جز اینا، دیگه دیدم زیاد گفتم، یه کاری رو خلق کردم به نام آوا یوگا که یوگا روی صداست. حالا یوگا نه اون یوگا، یه چیزی رو اختراع کردم که این تفکرات پشتشه، این گفتگوها پشتشه. ما توی مترو اگر که سوار شین نگاه که میکنین توی مترو، همه غمگینن. یعنی همه اینجوری هم همه به هم بهت نگاه میکنن، یه نفر پیدا نمیکنی بخنده تو مترو. آره. یه نفر بگه اینجوری خوشحال باشه، هیچ کس نیست. متفق. چرا؟ و خب بپرسی هم حق داره، میگه من چون که برگشتی دارم دلار رفته بالا. رضایت خاطر و خوشحالی و شادی به هیچ کدوم از اینا مربوط نمیشه. و اندیشه منم از همین آوا یوگا میاد. اصلا کار اصلی میده، مثلا آواز درس میدم، خیلی شاگرد دارم، 70-80 تا شاگرد دارم، ولی بهشون میگم کار اصلی من یه چیز دیگه است که من از اون انرژی میگیرم. وای من چرا معروف نشدم؟ یعنی مثلا بهم میگن دوچرخه سوار میشی، پرادو نمیخوای بگیری، میگم باد میخوره بهم، خیلی خوشحالم. واقعیه، میدونی، به خاطر اینکه من ممکنه بخوام پرادو بگیرم، میخواستم، ولی بعد من واقعا پرادو نمیخوام. بعد فهمیدم اصلا رانندگی دوست ندارم. یعنی مثلا اون جوکه است، یعنی اصلا من اینجا چیکار میکنم؟ بغیش اینجا چیکار میکنم؟ میدونی، یعنی اصلا من دوچرخه میخوام، ولی داری کل عمرت خودتو میکشی که پرادو بخری، که به همه بگی من پرادو دارم. آفرین. ولی خب بعد اصلا تو دوچرخه میخواستی. بعد وقتی خب پیداش میکنی چه کاری بودی نرم از زحمت بکشم، زندگی تو ساده تر میکنی. Oh, 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 oh
یکم به این بپردازیم که خب تو آموزش هم میدی دیگه، قطعا این فلسفه‌ای که تو باهاش زندگی میکنی اینم قاطی آموزش درجه. جوونا معمولا خب با خودمونم جوون بودیم. آره. یه سال. آره. 18 سال 15 سالگی مون. خدمت عرض کنم که خیلی جوون اصلا ذوق سریع آموزش دیدن و سریع پریدن و همه اینا رو یاد میگیرن دارن تو خودش. و حالا تو کجا تشخیص میدی که این ذوقشو داره یا استعدادشو داره؟ اصلا ذوق استعداد با هم فرق میکنه یا اصلا فرق نمیکنه؟ ذوقشو داشته باشه میتونه نابغه موسیقی بشه، استعدادشو آره. موضوعی نیست که نابغه موسیقی بشه. از اول کسی که میاد پیش من، خدا شکر من خیلی شاگردام داره زیاد میشه به خاطر همین اندیشه. برای من بیشتر موضوع اینه که حالش خوب باشه اولین چیز، و اتفاقا خواسته هاشو ازش میگیرم که اذیت نشه. میگه من میخوام، بعضیا میبینم خیلی دوست دارن یه کاری بکنم باشون همراه میشم، ولی تا اونجایی که میشه میخوام سر کلاس لذت ببره. و حالا به خصوص توی آواز، من ساز هم درس میدم، ولی توی آواز 10 دقیقه که من کار میکنم نه به خاطر من، هر کسی که میخونه چشاش برقی میفته، یعنی انگار ذهن یکم ساکت میشه. کاری که من با شاگردام میکنم اینه که یه باوری بهش میدم، چون استعداد به قول اینشتین میگفت، الان خلاقیت خیلی مهمه و اینشتین یادم رفت چی میگفت، پشت کار خیلی مهمه، تداوم مهم اینه که شما میای کلاس آواز، اینی که میای کلاس آواز پاتو گذاشتی توی ناشناخته، خودم خیلی خجالت میکشه، به ساز زدن راحت تره، خوندن همیشه خجالت داره، بس اون تمرینی که من میدم با 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 همش برای صدا دارید. بعد یه اتفاقی تو زندگیت میفته، مثلا من یه تمرینی دارم بهش میگن لیپرول، این که میگم این خود خودم خندش میگیره، شایدم که میخندم میگم این خنده تو مهمتره، بخند، این آوازه مهم نیست، بخند، مهم خندته. بنابراین استعداد خیلی برای من مهم نیست. خب بعضی واقعا میبینی که زیاد تمرین که استعداد یه بحث باز مفصل دیگه ایه. مهم برای من اینه که کسی داره میاد توی ناشناخته میاد داره میخونه، مثلا داره نخونده یه کلاس آواز، حتی تو هفته ذهنش درگیر میشه، به جای اینکه انقدر به اتفاقات و حوادث فکر کنه، ذهنش درگیر یه موسیقیه، زیباتر میشه. و از همین مهمتر بعدن که سنش هم رفت بالا یه توشه‌ای داره که ازش استفاده میکنه. تو خودت هم هنوز دنبال ناشناخته ها هست؟ من که بسیار، به خاطر همین ناشناخته هاست که اینقدر تخصصهای مختلف رو رفتی تجربه. آره ببین، مثلا من اینطوری نبودم، میگم یهو عوض شدم، الان مثلا من ساعت اینجا به وقت لندن میگم یه رو به 12 است تهران شب، البته 12 شب آره. برم خونه، پام که میرسه کتابا در میام، خیلی دوست دارم بیشترم راجع به این موضوع نه وکال. یه روزایی مجبورم که راجع به تمرین جدید صدا سازی تحقیق کنم، ولی بیشتر زمان من اینه. خب یه سری شاگرد اینجوری هم دارم دیگه که هم کلاس آوا یوگایی که بهتون گفتم. ولی آره ناشناخته بی‌نظیره، ناشناخته هی اتفاق جدیده، هی خودتو هی عوض می‌کنی، نمیمونی. من دوست دارم اندیشم هی عوض بشه، نه بهتر و بدتر، نو به نو بشه، تغییر کنه هر روز. یه چیز خیلی مهم که تو موسیقی ایرانی ایراد میگیرن به اساتید قدیمی موسیقی ایرانی اینه که اولا که همه چیز رو یاد نمیدادن، حالا به هر دلیلی. دومین چیز این که شاگرد رو نگه میداشتن، حالا هر جور شده با هر ترفندی. یه جورایی اندیشه ما ایرانی هست، من نمیدونم تو هر حرفه ای، حالا یا حسادت یا اینکه نکنه نوندونی من خراب بشه یا هر چیز دیگه، حالا تو موسیقی هم حالا قاعدتا بوده اون چیزایی که ما شنیدیم، تو هر آنچه که آموختی یا میآموزی یا چیزای جدید کشف میکنی به شاگردات میگی؟ بله ببین، من که چیز اولا که وقتی که تو اون کاری که میکنی خیلی دوست داشته باشی، خودت از شاگردت بیشتر یاد میگیری. یعنی اگر که ما هفته پیش شما تمرین ما رو دیدیم و دوست داشتیم مصاحبه کنیم، من یه سال پیش اینجوری نمیخوندم، 2 سال آواز درس میدم، تو این زمانها چون میخواستم اونو درست کنم مال خودم هی بهتر میشد تکنیکم. ولی اینی که باز بگیم که اساتید یاد نمیدادن و اینا، این یه بهونه است. خودمون با هم صحبت کردیم، من خیلی راحت برام بگم که استادم اجازه نداد آلبوم بدم، خیلی راحته ها، یکم جیگر میخواد. یعنی تو یعنی بهونه، چون کار سختیه تو موسیقی آلبوم دادن، کار سختیه، بعد بری تازه میری. ببین تو خودت میخونی اوکی، ولی وقتی میری تو استودیو تکون میخوری فارش میشه، تازه
مثلا من وقتی میخونم فکر میکنم ابی ام نه دیگه نباشم مثلا شرم نازداری ولی هیچ کارم نیست. سخته تو این جای داغ قرار بگیری. بله. یا فکر می‌کنی خیلی بازیگر خوبی هستی. فکر می‌کنی مثلا قیافت مثلا جورج کلونی نگاه می‌کنی نه خیلی خبری نیست. سخته اینجا. یه جیگری می‌خواد. برای من بازم شوت نکنیم اونور اساتید یاد نمیدن. یاد نمیدن تو چیکار می‌خوای بکنی؟ آفر. تو چه جوریشو می‌تونی بگیری؟ خیلی نیست کسی یاد بده. ولی آره اینطوری بوده. اینطوری هست که مثلا یه سری چیزا رو ممکنه یاد من بعضی وقتا تکنیکایی یاد میگیرم به شاگردم میگم ببین اینو اصلا دلم نمیاد بهت بگم چون خیلی عجیبه. بعد بهش یاد میدم میخونه میگم به به جلسه هفتم مثل 4 سال 5 سال من میخونه. ولی این چیزی که تو داری اگه ببینیم حالا برگردیم به موسیقی خودمون که میگه پیشرفت نکرده، این چیزی که داری مثل یه چاهه، اگه ندی بره میگنده. رمز موفقیت اینه که بدی بره هرچی بره. اگه میخوای روش کنی بده. آقا مثلا شما که مصاحبه میکنی میگی فرین حواس باش اینجوری سوال کنه، ولی میگی من اون تکنیکه رو برای خودم میگنده و بدی بره اینجور اگه بره بره که این هی بچرخه هی بیشتر بشه. آفر خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده زبونم را آخرین روزهای زندگیت باشه چه کار تو دنیا هست که باید همه میرخصم همه میرخصم چه کار تو دنیا هست که باید انجام میدادی انجام ندادی یا اینکه دغدغه آخر چیه؟ کاری نیست که انجام نداده باشم از شوخ کامل کامل هم همین الان هم خواستی میتونیم با هم بریم. ولی اگه بگی 4 ساعت مونده همه میرخصم فقط موزیک میزنم میرخصم همین کار الان دارم میکنم ها رقص رو خیلی دوست دارم موزیک میزنم میرخصم خیلی برام چیز نیست کاملا دوستای زیادی داری؟ خیلی زیاد. خیلی دوستای با صفا. چیزی که خیلی مهمه اینه که تو روزانه‌ت یعنی زمان یک روز کامل چجوری می‌گذره؟ چیکار می‌کنی تو یه روز کامل؟ از 8 صبح شاگرد دارم پشت هم، بعد باشگاه بدنسازی میرم و اینها، استخ خیلی مهمه. بعد میام دوباره کلاس‌های گروهی دارم تا مثلا ما تا 12 تا 11 شب دیگه تموم میشه. هر روز این هست. تمرین چی؟ بعد کی وقت میکنی مطالعه کنی یا اینکه به خودت برسی؟ هر بینش این که میگم پره پره اون یه ساعت که مطالعه میکنم جزو کارمه. یعنی مثلا یه شاگردی میره بعد یه اون یه ساعت چیزه خالیه سری کتابا رو میریزه. همش دارم مطالعه میکنم. چی میخونی؟ الان چیزایی که میخونم الان چی؟ یوگا دارم میخونم همین الان. یعنی اگه الان راجبه همین امروز قبل از که بیام استودیو نیم ساعت وقت داشتم راجبه ترس انسان داشتم میخوندم. ترس اصلا چیه؟ خب این خیلی شاگردات قاعدتا برای کارشون ترس هم دارن دیگه. همه داریم ترس اصلا این چیزی که هست. هممون داریم برای یه مقاله میخوندم که ترس واقعی نیست. بعد دیدم چه خونده بودم قبلا ولی راجع به ترس چیه اصلا؟ حسادت چیه؟ خشم چیه؟ خب این زبان تو رو برای بیان فکر میکنم کاملتر میکنه. یعنی اون چیزی که اون اندیشه، اون خرد رو فکر میکنم کاملتر میکنه برای بیان. آره. خیلی این اتفاق میفته که برای همین دارم میگم شادی من به ربطی به هیچی نداره. میگه بچه‌ها میگن با فرض تو مست که نفست از جای گرم ده، میگم از جای گرم ده. میگه تو مست که دلت خوش، میگم خوش از چی؟ بچه پول داری؟ وضعم خوبه. وضعم خونه بودم وضعم خوبه. آره. پولدار که بگیم آره مثلا ماشین داشتم ولی خب خودم خیلی کار میکنم. نه اصلا پول دارم اصلا بهتر. نه اصلا میگم که تو اگه پول نداشتی پول ازت میگرفتن آیا این حال خوبه داشتی؟ یکی گفتش که یکی شاگردم گفت استاد تو
تو الان این محیط رو داری، ماشین هم داری، شاگرد هم خیلی زیاد داری، اگه ایدار نرشتی چی؟ گفتم چرا باید به این فکر کنم اصلا؟ اگه بیکارم به این فکر کنم، حالا که دارم. آره خب من که یه 70-80 تا شاگرد نرشتم، آوازم بلد نبودم درس بدم. یه اتفاق خیلی بامزه‌ای افتاد که بعدا تعریف میکنم. شدم معلم آواز با یه نصف شاگرد من شروع کردم، ولی خب خیلی تلاش کردم. آره. یعنی چون دوستشتم هی تحقیق تحقیق چه اتفاقی. آخه میدونی ذهن تنبل ما ایرانی ها همش دنبال اینه که فلانی پارتی داره، فلانی بچه پول داره، فلانی باباش پشتش بوده، ذهن وصله. بیشترین منطق رو برات میاره که بگه اون یه شرایط خاصی داشته. مثلا میگن این بازیگر خیلی باج داده، خب تو هم برو باج بده. این بازیگر خیلی زیباست، من بهت معرفی میکنم بازیگری که فارس ویتاکر، هم سیاه‌پوسته هم چاق، هم یه چشش اینجوریه، اسکار گرفته. میگم این چرا هست؟ پس اگه این تونسته تو هم بتونی. یعنی مثلا من اگه واقعا فارس ویتاکر بودم نمیرفتم دنبال بازیگری، ولی اسکار چقدرم بازیگر خوبه. بله یا جک نیکلسون، بله قیافه شبیه دیوونه هاست ولی همه عاشقشن، یا روانی هنرمند به تمام معناست. پس اینی که ما دنبال گوشه شکسته لیوان تاریخ خود ما میگیم که خیلی خب من با این شرایطم حالا چیکار میتونم بکنم؟ من نسبت به خودم، من میگم نسبت، من میخوام حالا من میگم صبح به صبح موتور تو، حالا مثالم موتور تو سوار شو بدون چیکار داری، همسه ماشین چی خرید چی با کارتو بکن، ترک تو بده، اندیشه تو چیکار داری، اون انقدر طرفدار داره، کار خودتو بکن. یا مثلا یه خواننده خیلی خوبی که الان میخونه میگن این اومده سبکشو خراب کرده، کار پدرشو خراب، کار با عموشو خراب، بابا چی کار به این کارا داریم؟ تو چی شد خواننده شدی اصلا؟ من از بچگی میخوندم، تو مدرسه قرآن میخوندم و سرود میخوندم و اینها، بعد یه روز هی میرفتم هی میخوندم تو مهمونی، اینها به هم میگفتم بخون. بعد یه روز برادرم که تار میزد گفت آقا یه موقع موبایل نبود، و یه استاد آواز اینجا که من میرم هست، خیلی آدم باحالیه، میخوای بگم بیاد؟ گفتم حالا بذار ببینیم چی میشه. کات دو دقیقه بعد تلفن زنگ زد خونه، گفت من فلانی هستم، آقای شرقی، غلام حسن شرقی. گفت من استاد آوازم، شروع کنیم؟ گفتم شروع کنیم. همون شد که شد. شد که دست آواز. الان این چیزایی که آموختی رو از طریق استاد آموختی یا اینکه نه تمرین کردی، تکنیک یاد گرفتی؟ بیشترش رو ردیف آوازی رو چرا؟ ولی اینی که صدا، کار من صدا چجوری میاد بیرون؟ اینو خودم کشف کردم. زمانهای خیلی زیاد، مثلا شاید 15 روز عید رو گذاشتم که ببینم آقای حمید حامی چجوری میخونه، 15 روز عید تعطیل گذاشتم ابی چجوری میخونه، هماین شجریان چه تکنیکی داره، تکنیکا همش تکنیما مسیحا خندای خوبمون مانی رهنما اینا از چی استفاده میکنه، پاوروتی چه تکنیکی داره، کجای هنجارش قویه، جیمز براون چجوری میخونه، همینوری همونوری، تام ویتس چجوری میخونه، سرندیون چجوری میخونه. برای همین خیلی جذابه برام که پیدا کنم و بیشترش خودم. تو همین یکی دو سال، یعنی اگه پارسال من سراغم اگه فکر می‌کنی مثلا خوب می‌خوام اینجوری نمی‌خوندم. آره. و یه حرکتی می‌زنی تو، حالا بگیم تکنیک بگیم چیه؟ از بلوز به سنتی، از راک به سنتی. آره. این با شوخی شروع شد یا نه واقعا اصلا تو اینجا اگه اینجا ذهن اگر که گیری نداشته باشه الان دیدین که یهو سیاوش که برو تو سنتی و یهو همون نوتره کردیم تحریر. اگه اینجا مثلا میگه آقا بلوز میخونی نباید موسیقی سنتی ما دست بهش نزن، حالا من که میگم هنر هنره، اونم موسیقی، اونم یه کشور دیگه، همون مردم میاد بسط اصلا. این ملودی همونه، فقط اونجا تحریر داره، اینجا مثلا یه ذره فارس کرده یا یه مدل دیگه، همونه. خیلی سخت نیست، فقط گوش باید بشناسه که الان تو چه گامی هستیم، میتونه چه دستگاهی باشه و اونو یه شعر بذاره.
هم دستگاه های موسیقی ما میتونن شنونده رو جذب کنن، یعنی کهنه شدن، نخنما شدن، یا کهنه نشده. همین حرفایی که انقدر میزنیم کهنه ترش میکنه. چرا نمیاد ستاور سینمایی؟ چرا اینجوری؟ چرا آقا چرا رو ولش کن. همینا باعث شده تعصب پیشرفت رو میگیره. آفرین. حتما شما باید ردیف میگم استادم میگفت چرا سهراب سپهری؟ خب من اگه بیام سنتی رو اصلا چرا من میخوام موسیقی رو اینترنشنالش کنم اصلا؟ موسیقی میزنم. یعنی چرا باید این اتفاق بیفته؟ موسیقی زیباست. موسیقی سنتی ما میگم اگه این نظر منه، اگه 10 نفر پاپ میخونن یکی سنتی میخونه اون دل منو میبره. مثلا میگه چه میدونم گلنار کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار. این دل منو میکشه، چون توی این کشش ها یا مثلا یه یکی میاد دیلمان میگه همه شب نالم چونه که غمی دارم، میکشتت، دلت نمی کنه، میبره. من بستگی به اون، یعنی مربوط میشه به این گذشته ما، مثل بوی کارگل نم خورده است، مثل بوی اسفنده، مثلا همین شد خزان اینا که آدم گوش میده توی رادیو دیدی و همه سفره خون سنتی آدم میره که اونا رو کیف کنه. خیلی خوبه، ولی اونم خوبه، اینم خوبه، چرا که نه. اگر هنرمندا جای سیاستمدارا بودن جهان جهان بهتری بود. چه سوالی. نه اتفاقا همه چی میریخ به هم، چون سیاستمدار اصلا لطیف میشد همش. ببین تو این سیاست که الان هست، یعنی سیاستمدار یه تدبیر دیگه ای به نظر من داره. هنرمند اصلا حال نداره سیاستمدار باشه. یعنی هنرمند دوست داره تو خلوت خودش خلق کنه. نه اتفاقا نه، به نظرم شاید بدتر میشد. هنرمند باید سر جای خودش باشه. به این فکر کردی که قدرتمند بشی توی سیاست که بتونی هنرتو دیکته کنی توی مقطع فنی، یا حالا مثلا یه وجهه حقوقی پیدا کنی حالا تحت هر عنوانی، حتی تو موسیقی، که موسیقی رو نجات بدی؟ نه، اول که به فکر نجات موسیقی نیستم، بیشتر به فکر نجات خودم هم که هرچی من آرامشم بیشتر بشه مردم از دست من راحت ترن، خوشحال ترن. اما کنسرت بینیم اگر شوخی میکنیم که با بچه ها دیدین یه تیکه شو، ولی به فکر نجات مردم نیستم، به فکر دیکته کردنم نیستم اصلا. من میگم باید یکم کیف کنیم، آزاد باشیم، بخندیم، برقصیم. نه حالا رقص موضوع سیاسی نیست، بتونیم با این طبیعت زیبا کیف کنیم. من چیو بیام دیکته کنم تو موسیقی؟ همه باید سنتی بخونن، همه باید این کارو کنن. شما اصلا با من فرق داری، اصلا موضوع با من فرق میکنه. شما صبح ممکنه یا آهنگ جدید گوش بدی که تینیجر گوش میدن، یا مثلا نسل الان زیر 18 سال موسیقی اصلا فرق میکنه. مثلا من شاگردمو گول میزنم میگم چیا گوش میدی؟ میگم مثلا خواننده است، من نمی هیپ هاپ میخونه مثلا، من نمیشناسم. و مدل وکالا خیلی فرق کرده به خاطر تکنولوژی، و دلیل نیست دیکته کنیم. چرا دیکته کنیم؟ به خودمون دیکته میکنیم. یه پرنده باید بپره، نه باید شنا کنه، اون نابغه پرواز، اون ماهی نابغه شنا کرده. اگه هر کدوم بریم سر جای خودمون، که اصل موضوع ما هم همینه که نیستیم، من اگه بخوام به خاطر شهرت موسیقی رو ببرم جلو کار نمیکنه. قدیما اگه یه تصنیفی بود همین مثل کاروان آقای استاد بنان که هنوز زیباست، به خاطر اینکه خیلی ذهنی و معروف شه و پول در بیارم و کنسرت بدم و تیتراژ اینا نبود. آفرین. یه رهی معیری شعری میگفته، بعد یه آهنگسازی میساخته، بنان میخونده، همش زیباست. هم گوش میدید. الان مثلا آلبومو گوش میدید مثلا دو بار سه بار میتونید گوش بدید. ولی بنان گوش میدید کیف. واه. الان بچه‌های موزیک همین دغدغه اینو دارن که یه کاری بسازم که بگیره. الان همین فقط. آره. الان تو آیا به فرمولی رسیدی که کاری بسازی که بگیره؟ ببین من راستشو بخوام میخوام واقعیت رو بگم، خب منم خیلی دنبال کاری بودم که بگیره. هی فکر میکنم این میگیره، آیا آهنگسازی که تو انقدر مثلا برای فلانی که کارش گرفته، برم با اون کار کنم که میگیره. بعد صحبتی که الان میکنم ممکن از این جایگاهی باشه که چون کارم نگرفته حالا مجبورم اینو بگم. نمیدونم، حالا مهم نیست، ولی مهم اینه که خیلی کم هستن. این موضوع خیلی موضوع عمیقیه که یکی بگه من
راستی بعد اندیشم رو مثلا ما این نقاش داریم ژان میشل بیسکوات فرانسه هم هست. این 25 6 سالگی مرده و نقاشیش اصلا عجیب غریبیه، مثلا مثل بچه‌ها کشته کلاس نقاشی هم نرفته، معروف هم نمیخواسته بشه، ولی برو نقاشی بخره ببین چنده. این اصلا به فکر معروفیت نبود، اصلا معروفیت یه شاخه جداست و زیباست، جذاب، پول توش هست، هزار چیز اتفاق آرامش تو میگیره، ولی اصل موضوع هنرمند یه چیز دیگه است. آرتیست یه کار دیگه، آرتیست میخواد یه چیزی به وجود بیاره. حالا من دوست دارم یه چیزی بخونم که شما وقتی گوش میدی میگه ای راستی اینجوری هم میشه فکر کرد، چقدر آروم. مثلا دوست دارم کنسرت بذارم 8 صبح بجوری 8 شب 8 صبح بیام کنسرت یه سری موسیقیایی گوش بدم بعد برن سر کار کیف کنم، آفرین، انرژی داشته باشم، آفرین، تو اینکه شب باشه. راستش نمیخوام موسیقی بسازم، خسته شدم از بس که بخوام خودمو نشون بدم، میخوام تو کیف کنی. آفرین که ما واقعا کیفو کردیم. آره، یه چیز خیلی مهمی، این بنده از کی شکل گرفته این گروهی که بنده روجا ما سر یه کار تئاتری بودیم که اتفاقا دو سه هفته پیشم بلاروس جایزه بردیم. تو این تئاتر من بازی میکردم، نقش خواهرشوهر بازی میکردم به نام ماما یرما که کارگردانش فرزین نوبرانی عزیزه. علی کلانتری آهنگساز این کار بود، منم تازه وارد تئاتر شده بودم. یه چند تا اجرایی که با هم رفتیم سالن انتظامی اجرا رفتیم، علی گفت من چون داشت گیتار یاد میگرفت گفتش که برای استادم دو تا ترک بعد بخونیم بعد تنظیم کنم، یه بخونی جمعه صبح یه تمرین. گفتم آره، من خیلی وقت بود استدیو نرفتم میام تمرین. رفتیم هم تو شوخی شوخی که دو تا ترک رو بدیم شده 14 15 تا ترک. بسیار بچهای خوبی ان، بسیار منظمن، سنشون هم هر کدوم 10 15 سال از من کمتره، ولی من خیلی نظمش رو دوست دارم، انگیزش رو دوست دارم، خیلی راضیم باشون کار میکنم. هفته یه جلسه تمرین میکنیم، یه ترکمون هفته دیگه داره میاد بیرون، مجوز گرفتیم، خیلی زحمت میکشن، همشون هم تحصیل کرده الان چون بیرون اینجوری میکنن، فوق لیسانس اکثرا دارن، بسیار بچه خوبی هست و من هم راحت هم خفتگی در اومده، الان لذت بردی با این گروه داری کار میکنی؟ آره، اوائل کم برام عجیب، اوائل خیلی اندیشه هایی که راجع به صحبت میکردیم نداشتم دو سال پیش، الان فکرم یه سال دو سال داره با هم کار میکنم، ولی الان میگه فقط اینجا کیف کنیم. آفرین. مثلا میگه آقا کی میاد بیرون؟ نه اصلا نهید بیرون. میگه که میگه شمال وقتی میری، از وقتی تصمیم میگیری بری شمال شروع شده، تو فکر می‌کنی آدم ببری اونجا، اول میگی اینجا خسته بگیر بخواب. آفرین. اینم الان همین، البته میگم من اینو میگیرم تو اونو بگیر سر عوارض وایم، این شمال همینه، تو خبری نیست، اینم همینه داستان ما. میگه اونجا که این همینا قشنگه، ما امشب تمرین کردیم، شما فیلم برداری کردیم، آشنا شدیم، این همین بقیش دیگه. بله آره، کنسرت که خستگی و حالا باحال کنسرت هم جذابه. مجوز کنسرت داری؟ کنسرت من یه آلبوم دارم خودم به نام سیب مهربانی که سال اسفند 91 اومد بیرون، که کنسرتش هم دادیم چند جای مختلف با بچهای جدید، مجوز برای چند تا کنسرت گرفتیم توی کافه و هم یه دونم شب شنبه بود تو تئاتر مستقل تهران که اونم اجرا کردیم. الان بعد از سفر انشالله برج آزادی میخوایم کنسرت بذاریم، ولی آره شعرامو مجوز داره، گروهمون ثبت شده، خواننده چک شده، من هم حضوری هم رفتم اونجا. خیلی علی کلانتری اینقدر دقیقه، یعنی توی شعر اگر که ما ریکورد میکنیم یه دونه مثلا زانو داره که نباید باشه، ترجمه میگه اونو نخونی، اونو نخونی. الان میشه با هم میگه مصاحبه میکنی حواس باشه خیلی بلوز نخونی خودتون باشه. من شما رو که دیدم بچه های دور هم جمع شدن که خردورزی حاکمه به ماجرا، بعدش هم که دیگه اشغال و فلان، آره، که حالا همه خوب میشه و مطمئنم که مخاطبایی که وارد سالن میشن یه ترک های شما رو گوش بدن حتما حالشون خوب خواهد شد. من اشاره که اینطوری باشه، اینم اضافه کنم خیلی جالبه. چند وقتی پیش که من با گروه قبلی کار میکردم چند سال پیش، خیلی خب دنبال شهرت بودم، خیلی آدم اذیت کنی بودم تو گروه، یعنی الان که نگاه میکنم میگم بیچاره حق داشتم منو بکنم. دوستان هستن، همسایه به دیوار به دیوار دیوار به دیوار آهنگسازمونه، هی میگفتم بابا من که اینقدر خوبم، جدی ام، معروف شیم، سری بعد تا 6 ماه دیگه. این حیونیا خیلی دلیتر کار میکردن، یعنی خیلی اذیتشون کردم، ولی الان تازه میفهمم که نه اصلا اینجوری راحت تره، دنبال شهرت نباشی بیشتر کیف میده. آفرین. شهرت هم بذار همه معروف شن. آفرین. آواز تو بخونم، اینو آواز میکنم، آواز میکروفون رو بفهم. گویا میدم. موزیک از هنری که داری لذت ببر. دقیقاً. بین موسیقی، بازیگری، گویندگی و و و بقیه هنر. کدوم ارجحیت برات؟ موسیقی. چرا؟ ببین
بازیگریم خیلی رفتم توش. سریالم بازی کردم، سریال عاشقانه بازی کردم با آقای هادی که بسیار آدم نازنینیه. بله. سریال رنج و پنهان رو کار کردم. فیلم کوتاه چند تا برای کن بازی کردم. خیلی موسیقی حال میده. من به شاگردام اصلا یه گروهی دارم به رحمان وکال آکادمی میگم، روز نوشتم به خدا که خوندن بهترین کار دنیا. یعنی خیلی امتحان کن فردا صبح بیدار شدی تو ماشین بخون. ببین حالت بده ها، ولی مثلا دعوا کردی با همسایه ولی تو ماشین بخون لا 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 یه آهنگ یومی عوض شد. موسیقی رو بیشتر اصلا بستم. خیلی روحانی تره، انگار به بدن آدم میشه، به روح آدم میچسبه. آره. اینجوری آره. بله خب من آره جمع موزیسیان هم یکم آدم راحت، من راحت ترم بذاره باشه بخواهد تا جمع. ببین موضوعش باز میگم خیلی مفصله، موضوع منیت یا ایگوه تو موسیقی یکم کمتره، من راحت تره، اونجا دیده شدنه بیشتره. آفره. برای همین تلاش بیشتره. تو رو به خاطر قیافت یا فرمت بازیگر کردن یا اینکه نه به خاطر اینکه تمرین بازیگری می‌کردی یا اینکه خود رفت تست دادید چی شد اصلا بازیگر؟ یکی از دوستان شقایق باقری که از دوستانم خواننده خیلی خوبی گفتش که ما یه اپرایی داریم می راوی بشی. گفتم آره، رفتم راوی بشم، دیدم دو تا نقش دیگه هم خالیه، رود سام نریمان و پدر زال و اومدم فلان و اینا رو تامین کردم. خیلی خوشم اومد. خوشم اومد داشتم یه آلبوم دوم میدونم دیگه، آلبوم نگه داشتم رفتم تو باز اپرا. سه تا نقشو که گرفتم ببین، یعنی از صبح تو این پلاتو بودم تو بعد موتور میومد تو یکی پلاتو. خیلی هر دو ماه یه بار من اجرا داشتم. الان ولم کنیم اجرا هست. بعد چون خواننده بودم نقش خوب بهم میدادن. خیلی هم تامین کردم. هی گروتوفسکی کیه نمیدونم، بکت چی میگه، تئاتر ابزورد چیه، گروتسک چیه، هیچی هم نه، کلا چهار تا تئاتر بیشتر به جان خودم نیدم. یه نمایش مرکه در مرکه مال میر باقری بود. بله باقری. بله. چند تا میشه ولی خب خیلی تعمیر کردم بخاطر همین دیگه اومدیم تو بازیگری. هنرمند اگر قیافه هنری نداشته باشه مثل تو استایل هنرمند نیست، چون میدونی خیلی جوان ها دغدغه اینو دارن که اول من قیافم رو درست کنم بعد برم هنرمند بشم. آره. بعضی میگن تو به تیپ تار میخوره. با این تیپ باید تار بر تار بزن. یه جمله فلسفی. تو مثلا با این تیپ سنتور بهت بیشتر میخوره. هنر یه فضاست، تیپ هنری ببین هر جفتش یه مبالغه است. اگه من بخوام هنرمند بشم که ریشمو بلند کنم که فرق کنم یه مبالغه است. اگه بخوام هنرمند نباشم و مثل معمولی باشم و حالا که من خوب میخونم اون یه مبالغه است. خودت باش. آفرین. آره. من خیلی مثلا من شرم نظری خیلی دوست داشتم. شرم نظری پیرهن سفید می‌پوشه با شلوار مشکی. من هم سیویل اون همین بود. ولی خب یا مثلا دیدم ابی دستبندایی داره و اینا حرف میزنه. ولی خودت بد باشی، نه بخوای که بگی نه من هنرمند، نه من تیپم متفاوت، این ریاکشنه، بخوای هنرمندم باشی که ریاکشن مشخص میشه. میبینی مثلا طرف اومده توی کنسرت خواننده یه کت مثلا گوچی پوشیده، جلیقش ورساچه است، کمرش مثلا دلچه گاوانا است، کالجش مثلا همه رو هم زده نمیشه. آفرین. ولی یکی هم هست این مدل استایل خودشه، مثلا حالا من میذارم مرتب اومد شلوار میذارم هندی مندی، این مدل خودشه. خودت باشی زیبایی، اون چیزی که تو داری هیچکی نداره. آفرین. حالا من به بچه‌ها میگم اون دماغی که تو داری فقط تو داری. آفرین. برای این خودش زیباست. عین اونی که آقای معروفه. این هم تو بجنتی خودت باید پیدا کنی. اصلا زیبایی دنیا به این تفاوت‌هاست که کنار هم قرار گرفتن و یه هارمونی رو شکل دادن. این تفاوت‌هاست که مثلا من میگم کاش من شایدم هم میگفت وای من صدام آلتوه، کاش میتونستم سوپرانا بخونم. گفتم تو زیبایی صدای خودتو داری. مثلا فرض کن لئونارد کوهن صداش باسه، دنس می تو دین، بعد بهت بگی من خواستم شو با همه کیف میکنن. هر کی زیبایی خودشو داره. به این فکر کردی از ایران بری؟ نه اصلا. یکی گفت باز یکی دیگر دوستان گفت آقا ایران از ایران، گفتم من ماسوله اگه برم ماسوله رو ندیدم، ماسوله رو ببینم بعد میرم سوئیس میام. بالا خب ما ندیدیم اینجا. آفرین. اصلا این تهران میاد. اصلا ایران واقعا اصلا شاهکاره. یه دوستی دارم بشه. از بچگی میخواست بره کانادا، الان کانادا است. بعد 35 سالگی رفت کانادا. گفتم تو 35 ساله میخوای بری کانادا، برای چی میخوای بری کانادا؟ گفتم میخوام بچه‌ام پاسپورت کانادایی داشته باشه. گفتم بچه داری؟ الان گفت نه. گفتم از بچگی بعد یه ذره خوشو بشناسه دیگه. من اینجا رو ندیدم، به خود من رشت و اندرس ما همش رفتیم شمال. شما شیراز هم نرفتیم، اصفهان مثلا خیلی کم، سیاه پل مثلا ندیدم. حالا الان برم نیاگارا رو ببینم، با اینکه بغل سفر رو ببینم. آره. میذاری بچه موزیسیان بشه؟
اگه دوست داشته باشه بشه خودش یعنی هرچی نداره حالا یه موقع دیدی که آره چرا که نه چرا که نه جمله پایانی جمله پایانی اینه که دیدی جمله پایانی هم جدی میشه نفسی میکشه اینا جمله پایانی اینه که زندگی زیباست تا میتونی برقص بخند و شاد باش. من بسیار بسیار ازت ممنونم بابت خیلی مخلصیم این حس خوبی که به همه ما دادی و این که محبت کردی زنده بود وقتی هم گذاشتی و این که من واقعا لذت بردم زنده بود آنچه که هست اینه که شما زحمت کشیدیم با هم یه گپی زدیم حالا امیدوارم که موثر باشه حتما موثر مرسی خیلی متشکرم. ردکلاک.